تو این قسمت از فتوشاپ میخوایم بپردازیم به کویک ماسک اینکه شما چطور میتونید تصاویرتون رو ماسک بکنید و هر تغییراتی که میخواین روی اون لایه ماسک اعمال بکنید درود به شما هنرمندان عزیز من سارا هستم خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای کانال سارا اسکین سری بریم آموزش رو با هم شروع بکنیم فقط اگر توی کانال هنوز سابسکرایب نکردین خوشحالم میکنید که دکمه سابسکرایب رو بزنید و علامت زنگوله رو هم فعال بریم ویدیو رو با هم ببینیم من دو تا عکس وارد نرم افزار کردم میام یعنی تو قسمت ابزارها این قسمت پای میبینی زیر فورگراند بکگراند زیر این پالت رنگی اینجا نوشته ادیت این کویک ماسک مود که کلمیان هم کیو هست اینجا میتونیم ماسک رو انجام بدیم ببینید شما اگر در حالت عادی روی ماسک کلیک بکنین اینجا هیچ اتفاقی نمیفته اما توی لایه را ببینید یک رنگ قرمز روی لایه ما ایجاد شد یه کنترل زد میزنم شما باید برای استفاده از کویک ماسک حتما طرحتون انتخاب شده باشه برای انتخاب میام توی ابزارها آبجکت سلیکشن تور رو انتخاب میکنم که تمام سلکت ها رو من توضیح دادم توی جلسات اولی کشور رو بالا براتون میذارم روی آبجکت کلیک میکنم یه دونه کلیک درگ میکنم ببینید توتی رو گرفت به جز پاش حالا اشکال نداره چون میخوام کویک ماسک رو توضیح بدم اینجا رو نگیره بهتره این قسمت رو انتخاب میکنم بعد الان روی کویک ماسک اینجا کلیک میکنم ببینید قسمت های قرمز انتخاب شده نیست و فقط قسمت خود توتیه که ما اومدیم توسط حال اون سلکت گرفتیم انتخاب شده ببینید شما میتونید رنگ قرمز رو هم تغییر بدین یعنی میتونید روی ماسکی که اینجا داشتین دابل کلیک بکنین اینجا میتونید رنگ رو تغییر بدین اصلا میتونید رنگ آبی بذارین خب اوپاسیتی رو میتونید کم و زیاد بکنین مثلا 50 درصد نرمالش هست مثلا روی 80 درصد من یه اوکی بکنم اینجا الان رنگ آبی رو نمیبینیم و برای اینکه بخواید به جای قرمز آبی بنین دوباره روی ماسک کلیک میکنین الان رنگ آبی با اوپاسیتی 80 درصد هست من همون قرمز پیشورز خودش رو میخوام بذارم با اپاسیتی 50 درصد روش کلیک میکنم ببینید الان این قسمت پاش جز سلکت ها نیست من الان دوباره روی ماسک کلیک بکنم سلکت من اگه زومش میکنم این فقط اینجا رو گرفته دوباره روی ماسک کلیک میکنم قسمت پاش رو هم میخوام داخل سلکت هم قرار بدم یا مثلا اطراف این توتی اینجا رنج رنج شده اینجا میخوام یک مقدار داخل داخل سلکت قرار بگیره برای قسمت پاش که میخوام بیارمش داخل سلکت از براش میتونیم استفاده کنیم توی ابزارها روی براش کلیک میکنم توی این قسمت پالت رنگی فورگراندمون مشکیه بکراندمون سفیده اگر فورگراند فور مشکی باشه شما هر کاری که اینجا انجام بدید کات میکنه سلکتو مثلا من میام اینجا یه دونه براش بکشم این قسمت رو سلکت رو کات میکنه جز جزء سلکت قرار نمیگیره چون فرگراند هم مشکیه حالا متوجه میشین الان من بزنم روی ماسک میبینید که این قسمت رو کات کرد و جزء سلکت جزء حالا اون قسمتی که من میخوام سلکت بکنم قرار نگرفت پس دوباره روی ماسک کلیک میکنم برای اینکه اتفاق نیافته و پاش این قسمت جزء سلکت من قرار بگیره این پالت رو برعکس میکنم هم میتونید شیفت و ایکس رو بزنین هم از این قسمت میتونین این سویچ رو بزنین برعکس بشه خب اینا رو حالا توی درس های قبلی توضیح دادم حالا فورگراند باید سفید باشه بکگراند مشکی یا مثلا اگه مشکی هست همینجا هم میتونیم سفیدش بکنیم مهم اینی که فورگراند چی هست فورگراند باید سفید باشه و الان اگر من کاری انجام بدم داخل سلکت قرار میده یک مقدار زومش میکنم براش رو هم کچکتر میکنم و پاشو می‌خوام میخوام جز select ها قرار بدم مثلا من میام این قسمت رو میکشم خب الان کم زومش کنم این قسمت پایین هم جز سلکت قرار گرفت من الان کوک ماسک رو بزنم میبینید اینجا هم یعنی این قسمت چوب هم جز سلکت ها قرار گرفت و نمیخوام این قسمت باشه باید با براش و جابجا جا کردن این دو تا پالت رنگی اینجا رو تنظیم بکنیم مثلا من میخوام دوباره این قسمت پاش داخل سلکت قرار بگیره اما اینجا نمیخوام باشه دوباره روی براش کلیک میکنم، این بار جابجاش میکنم، یک مقدار سایزش رو میکنم و حالا چون این قسمت فورگراند رو مشکی کردم، اینا رو پاک میکنم یعنی ماسک یه همچین عملی رو انجام میده شما باید خیلی دقت داشته باشین که این قسمت فورگراندتون مشکیه یا سفیده و اگر مثلا بیان رنگش رو میخواین یه رنگ آبی مثلا بذارین اینجا خاکستری میشه حتما برای ماسک باید سیاه یا سفید باشه برای ماسک کردنتون یا مثلا این قسمت دومش این قسمت سفیدی نمیخواین داخل ماسک باشه دوباره براش رو انتخاب میکنیم فورگراند مشکیه و اینجا رو از حالت سلیت خارج میکنیم ببینید یا مثلا اینجا رو هم به همین صورت این قسمت نمیخوام داخل سلکت باشه یا چوب اینجا به عنوان مثال حالا روی ماسک کلیک بکنم این قسمت ها دیگه داخل سلکت قرار نگرفته و شما فقط همین توتی رو دارین توی فتوشاپ چون ما زیاد با عکس و کار داریم احتمال اینکه روی خود عکس اصلی ما یک سری تغییرات انجام بدیم و خرابش بکنیم هست برای همین از ماسک استفاده میکنیم که هر تغییراتی هم که دادی و پشیمون شدی بتونیم فقط لایه ماسک رو پاش بکنیم در ادامه بهتون میگم که چطور یک ماسک رو روی خود عکس انجام بدیم و روش یه سری تغییرات اعمال بکنید اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک کنید که انرژی فوق ازتون ویدیو رو بریم و راه دیگه به جز این ماسک اینجا این هست که شما توی لایرهای این پایین میتونید از ماسک این پایین هم استفاده بکنید ببینید از قلب من اومدم توسط کویک ماسک سلکتم و انجام دادم کل توتی رو گرفتم به اونوالا درست کامل یعنی دقیق نگرفتم ولی خب در حد یک آموزش هست و شما میتونید از ماسک اینجا استفاده کنید که این توتی رو از بکگراند جدا بکنید یعنی نمیخواین روی این چوب یا این بگران قرار گرفته باشه پس انتخاب شده هست و میتونید از ماسک اینجا انتخاب استفاده کنید و میبینید که بگراند رو کلا اومد ترانسپرنت کرد برای کسایی که میخوان بگراند پی داشته باشن و فقط سوژه رو داشته باشن میتونن از ماسک استفاده کنن و خوبی ماسک اینه که شما اگر روی طرح اصلی کاری انجام دادین اگر ماسک رو بزنید دیگه طرح اصلی از بین نمیره شما میتونین خیلی ماسک رو راه به راحتی هست بکنین و طرح اصلیتون رو داشته باشین مثلا اینجا شما الان این کاری که من انجام دادم ماسک رو انجام دادم میتونین روی ماسک فقط روی ماسک راست کلیک بکنین مثلا دیزیبلش کنین دیزیبل بزنیمینه یه ضرب در روش میاد و طرح اصلی رو دوباره نشون میده یا مثلا کنترل زد میزنم یا مثلا کلا پشیمون شدین از اینکه این اینو این به این صورت گرفتین دوباره روی ماسک ببینید روی این یکی قرار نگرفته باشین روی ماسک کلیک میکنین راستگیرید و دیلیت لایر ماسک رو میزنه و الان طرح اصلیتون رو داریم و شما ما فقط ماسک رو پاک کردین به جایی که بخواین هی کنترل زد بزنین چون میدونین توی فتوشاپ یه کاری که انجام دیم مخصوصا اگه زیاد روش کار بشه و لایه زیادی استفاده بشه با کنترل زد تا یک جایی به شما برمیگردونه پس بهتر از ماسک استفاده کنید یا مثلا کنترل زد بزن میتونید این قسمت ماسک رو بگیرید بکشین بریم توی سطل آشغال و دیلیت رو بزنیم و پاک بشه مثلا روی عکس بعدی من امتحان میکنم و بهتون نشون میدم اینکه شما میخواین یه ماسک انجام بدین میتونید از حالت حالا بکگراند قفلش رو بردین خارج بکنید به صورت یک لایه باشه بدون اینکه شما بخواین بیان کل تصویرتون رو انتخاب بکنید بعد از ماسک استفاده کنید میتونید همون اول از ماسک استفاده کنید و بعد تغییرات رو اعمال کنید حالا بهتون میگم توی این تو تیم ما اومدیم چیکار کردیم یه کنترل زد بزنم ببینید ما اومدیم اینجا کل طرح رو انتخاب کردین توسط ابزار میتونین از پن از هر ابزار سلکتی استفاده بکنید و اومدیم قسمت ماسک رو زنیم به این صورت شد اما توی این تصویر من میخوام اول ماسک رو بزنم بعد اعمال کنم تنظیمات رو پس میام اد لایر ماسک رو میزنم یه دونه ماسک اینجا ایجاد میشه الان هیچ اتفاقی روی تصویرمون انجام نشد الان بعد اینکه ما ماست رو اینجا ایجاد کردیم میتونیم روش یه, ت... یه سری تغییرات اعمال کنیم دوباره من براش رو انتخاب میکنم شما از براش میتونید استفاده کنید و یکم سایزش رو سایز براش رو اینجا زیاد میکنم و یه سری تغییرات روش اعمال کنم ببینید الان اه فورگراند من سفیده یعنی اگر من بیام هر طرحی یعنی با پاک، با براش هر چی اینجا بکشمش تغییرات اعمال نمیشه به محض اینکه من بیام اینو جابجاش بکنم و رنگ فورگراندم مشکی باشه الان من هر چقدر که بیام با براش بکشم میبینید که این قسمت ترنسپرنت میشه کلا این قسمت رو با براش داره پاک میکنه ببینید به این صورت میشه یعنی این ماسک من این شکلی میشه خب من میتونم کنترل زد بزنم و میتونم ماسک اینجا رو پاک بکنم حالا شما میخواین یه ماسک اینجا ایجاد بکنیم بکگراند رو نداشته باشیم و فقط سنجاب رو انتخاب بکنیم پس دوباره میام تو قسمت ابزارها حالا میتونیم از این ابزار استفاده کنیم میتونیم از پنم استفاده کنیم حالا من این بار از پن استفاده میکنم پن رو که انتخاب میکنیم این قسمت بالا حتما روی پد باید قرار گرفته باشه روی شیپ نه من حالا اینجا خیلی سریع این قسمت رو رد میکنم فقط به اندازه که بخوام توسط پن اینجا رو انتخاب بکنم به عنوان مثال مثلا این قسمت رو میگیرم با پن خب کنترل اینتر روی کیبورد رو میزنم ببینید کلش رو انتخاب که حالا چون من کلا فتوشاپ هم کلش رو گرفته میتونیم کنترل شیفت و آی رو بزنیم ریورسش کنیم یا کنترل زد بزنم از هم بیام تو قسمت سلکت ها و این قسمت اینورس رو بزنیم اشتباه گفتم ریورس از خواهیم اینورس رو بزنیم الان این قسمت رو قسمت سنجاب رو ما فقط داریم میتونیم روی ماسک کلیک بکنیم بی روی براش رو انتخاب بکنیم و سایزش رو بزرگ بکنیم الان من بکشم داخل سنجاب داره ماسک میشه چونکه سنجاب انتخاب شده هست خب یا کنترل Z بزنین دوباره کنترل شیفت و آی رو بزنین بیرون انتخاب شده و الان ما میتونیم بیرون رو پاک بکنیم ببینید یعنی با براش میتونیم انجامش بدیم به این صورت میبینید الان این قسمت ماسک شد یا کنترل دی رو بزنید سلکت دورش رو برداریم و الان میبینید که کلن این قسمت ماسک شد از این طریق هم استفاده کنید و راه دیگه هم که هست من دوباره اینو دیلیت بزنم ماسک رو نمیخوام توی میان تو قسمت لایر نیو ادجاستمنت لایر یکی از اینا رو انتخاب کنیم مثلا وایبرنس رو من میزنم اینجا یه دونه اوکی میزنم اینجا یه دونه وایبرنس داریم خب الان من میتونم وایبرنس رو اینجا مثلا بیام یه سری تغییراتی روش اعمال بکنم مثلا این رنگش کنم خب این رنگش کنم و روی ماسک این وایبرنس میتونم یه سری تغییرات اعمال بکنم مثلا من میام براش رو انتخاب میکنم و یه سری تغییرات رو روی سر سنجاب انجام میدم و روی قسمت دم سنجاب انجام میدم مثلا خب ببینید الان شما این قسمتی که من اومدم روی سر سنجاب و روی دم سنجاب انجام دادم توی قسمت ماسک هم اینجا مشکی شد و پالت رنگ من مشکی بود که تونستم این کار انجام بدم حالا الان این قسمت دم سنجاب این تیکه بالا شما من نمیخواستم ماسک بکنم این تیکه پس میام دوباره چیکار میکنم براش رو انتخاب میکنم این بار فورگراند من باید سفید باشه پس برعکسش میکنم یکم براشم رو کوچیک‌تر می‌کنم این قسمت رو ادیت میکنم یعنی این قسمت من میخواستم جزء حالا ماسک من قرار نگیره یا مثلا این قسمت جزء ماسک قرار نگیره این میشه از این طریق که شما میتونید از این طریق هم ماست رو انجام بدین یعنی چشم ماسک رو بردارم عکس اصلی هست اگه نخواستین دوباره میتونین ماسک رو از اینجا پاک بکنید شما روی افکت ها هم میتونین ماسک اعمال بکنید این که میگم ماسک خیلی کاربرد داره من الان ماسک اینجا رو پاک کنم شما میخواین یه تیکه از عکس رو بگیرین و بقیه‌اش رو پاک بکنید میان توسط ابزار پن کجاست اینجا کل حالا توتی رو انتخاب میکنید ماسک رو میزنید و از بگران خارجش میکنید حالا من میام کل توتی رو با پن میگیرم یه کنترل اینتر میزنم کل توتی رو میگیره خب کنترل شیفت و آی رو هم میزنم یعنی من کل توتی رو سلکت و الان میام این پایین ماسک رو انتخاب میکنم اینجا این قسمت رو پاک میکنم و میتونم یه بگراند خالی پشتش بندازم مثلا بک رو اینجا میخوام رنگش رنگش مثلا این رنگ آبی بذارم خب بعد اینو بیام این زیر قرار بدم مثلا من تو روی این بگراند آبی قرار بگیره حالا چرا آبی نمیدونم مثلا رنگ دیگه انتخاب کنیم مثلا یه همچین رنگی یا مثلا از خود رنگ اینجا میتون داشته باشیم برای مثال مثلا دیزیبل اینجا رو میزنن این رنگ روش دابل کلیک میکنم یه رنگ سبز اینجا رو میخوام داشته باشم و الان دوباره انیبلش میکنم یه همچین چیزی میتونیم مثلا انجام بدیم برای ماسک کردن خب اینم از مبحث خیلی مهمه توی فتوشاپ که ماسک کردن بود حتما از ماسک کردن توی کاراتون استفاده بکنید چون خیلی میتونه بهتون کمک بکنه شاید اولش به نظر بیاد یکم یک سخته یا یک کار به در نخوری باشه ولی وقتی که به مرور استفاده بکنین ازش متوجه میشین که ماسک کردن خیلی مهمه توی فتوشاپ اگر ویدیو رو دوست داشتین و پس پسندیدین لطفا لایک کنید اگر علاقه منده به فتوشاپ هستین و هنوز توی کانال سابسکرایب نکردین خوشحالم میکنین که دکمه سابسکرایب رو بزنید و علامت زنگوله رو هم فعال کنید